اول اینکه میخوام در واقع بحثم رو با این شروع بکنم که واقعا ما با یک وضعیت فاجعه باری روبرو هستیم، یعنی با سرمایه‌داری فاجعه در واقع ما داریم زندگی میکنیم. هر روز صبح که از خواب پا میشیم و هر شب که به بستر میریم، در واقع باید اگر که خبر هولناکی به قول شاعر نشنیده باشیم، باید کمی تعجب بکنیم، شگفت زده بشیم که گویا اتفاق عجیبی افتاده که ما امروز خبر بدی نشنیدیم یا امشب خبر بدی نشنیدیم. به هر حال امروز که خب از خواب من بیدار شدم، دیشب پای تلویزیون نبودم و اخبار رو ندیده بودم، وضعیت فرانسه بود، نمیدونم چند روز قبلتر وضعیت آذربایجان بود، چند روز قبلتر نمیدونم سوریه بود، پناهندگان سوری بودن، کردستان، نمیدونم لیبی، یمن، افغانستان، عراق و همینطور هزارهای افغان که اونطور قتل عام شدن و امروز هم فرانسه. به هر حال این و از به اصطلاح از نرمتنی و سختجانی خودمون آدم به شگفتی در میاد که این همه فاجعه رو میتونیم تاب بیاریم. اما بحثی که من میخوام امروز در واقع پیش ببرم، همین یکی از این موضوعاتیه که همینجا ذکر کردم، در واقع موضوع آذربایجان و مسئله ملیت ها، نه به شکل تئوریک به اون معنایی که شاید مد نظر دوستان باشه، بلکه دوباره با همون ترکیب روش شناسی که قبلا توضیح داده بودم، یعنی شهود و تجربه و در هم تنیدن تئوری به درون این تجربه زیستی. در واقع بحث من این هستش که در واقع ما دو جور روش رو میتونیم استفاده بکنیم، یا نظریه رو اصولا میتونیم به مصالح کاربرد بدیم. یکیش این هستش که به شکل بسیار نظاممند، منسجم، مجرد و روشمند و به اصطلاح انتزاعی میشه روش رو چید، بحث تئوریک رو پیش برد، چیزی که مثلا ما تو کتاب‌های بسیار بسیار تئوریک سطح بالا و به ویژه مثلا علم منطق هگل میبینیم که دنیایی برای خودش و بسیار دشوار هستش حمله کردن به همچین کتابی، منظورم دست بردن بهش، خوندنش و اصولا فهمیدنش و اینها. اما شما میبینید که همین کتاب دشوار رو آدمی مثل لنین مثلا در 1914 و 1915 خودش رو مجبور میکنه که بشینه و بخونه و از روش یادداشت برداری های بسیار بسیار مفصلی بکنه. اونجور که من شنیدم 400-500 صفحه یادداشت برداشته، که البته شماره بسیار بسیار کمتری از اینها منتشر شده، که تو ایران هم به همت آقای حسن مرتضوی مترجم برجسته ایرانی منتشر شد. به هر حال می‌بینیم که پس کتاب‌های در واقع روش و کتاب‌های علم روش اصولاً و تئوریک بسیار مهمن برای مسائل پراتیک. آدمی مثل لنین که خانومش متأسفانه اسمش یادم رفت، به هر حال وقتی در کتاب خاطراتش می‌نویسه که چقدر این ساعت‌ها وقت صرف کرده بابت این کتاب، برای اینکه در واقع به مسئله سوبژکتیویته در دنیای معاصر خودش پاسخ بده و اینکه در واقع سوبژکتیویتی چی هستش و سوژه‌ای که باید تغییر جهان رو به عهده بگیره در واقع چجور باید مفصل بندی بشه، و این خیلی امر مهمی هستش دیگه، که از اونجا در واقع به خاطر تئوری امپریالیسمش که حالا اون انتقاداتی که من بار پیش مطرح کردم از طرف بعضی از مارکسیست‌های غربی و به جا هم هست اون بماند، ولی به هر حال با توجه به تبعات امپریالیسم که واقعا اون دوره امپریالیسم بود و همچنان هم امپریالیسم به قوت خود باقی است، چه سوبژکتیویتی در واقع با توجه به این شرایط میتونه سر بر بیاره، کدوم نیروها هستن که باید با هم مفصل بندی بشن و بتونن تغییرات اجتماعی رو در واقع پیش ببرن. پس میبینیم که کتاب‌های روش و اصولا تئوری بی خود و بی جهت نوشته نشده، بلکه دارای کاربردهای خیلی جدی هست که آدم این لنین حتی به هگل رجوع میکنه و چقدر هیجان زده میشه، چقدر دچار شور و شوق میشه وقتی کتاب هگل رو میخونه و یادداشت برداری میکنه ازش. اما یک مدل دیگه هم از روش به اصطلاح هستش، اون هم این که ما روش رو به شکل قطره چکانی استفاده بکنیم، کاری که بخشا تو دانشگاه‌های امروز خیلی رایج هستش. این هم علتش خب پاپولار شدن هستش یا عمومی شدن در واقع دانش هستش به نوعی و ساده کردن مسائل، یعنی که شما انبوهی از کارهای تجربی رو میارید یا کارهای تئوریک قبلی رو میارید و روش خودت رو روی اونها به کار می‌بندید. مثلا یه سری مشاهدات تجربی رو میاری یا کارهای میدانی که انجام دادی میاری و تئوری رو سعی می‌کنی در تار و پود اون یا بتن در واقع استفاده بکنی، یا اینکه بر اون به کار ببندی در آخر مطالبت، کاری که منم مثلا تو بعضی از کارهام کردم.
من تو خاطره نویسی ها مثلا به ویژه این کار رو زیاد میکنم، یعنی خاطره می نویسم ولی در این حال در دل خاطره یک نظریه رو دارم مطرح میکنم، شاید بگم شاید نگم، به این شکل. حالا هم قصدم اینجا در واقع این هستش، امروز میخوام یک خاطره کوچولی رو تعریف بکنم در رابطه با در واقع نسب خودم. به قول شاملو من نسبم در واقع به آذربایجان میرسه و اینکه خانواده من در واقع ترک هستن و ما زبان ترکی رو صحبت میکردیم توی خونه. البته من خودم در تهران به دنیا میام. بعد چیزی که اولین باری که با برخورد در واقع جامعه بیرونی با این زبان یا با هویت به اصطلاح دوگانه خودم که فارس زبان و ترک زبان بود مواجه شدم در کلاس چهارم ابتدایی بود. در جمعی از دوستان مدرسه ایستاده بودیم و خیلی ساده بحث کشید به اینجا که نسب فلانی و فلانی چی هستش، و من هم خیلی ساده و بی‌دغدغه گفتم که ما ترک هستیم. و خب یه دختر سبکسری از توی این جمع به اصطلاح اون دو کلمه بسیار بسیار زشتی رو که معمولا در مورد ترک ها تو ایران استفاده میکنن به کار برد، ترک فلان و نمیدونم ترک اگر لقمان شود باز هم فلان است. و من از اونجا که کلا آماده یک همچین برخوردی نبودم، اصلا نمیفهمیدم که یعنی چی یک همچین برخوردی. خب خیلی مات و مبهوت در واقع به خونه برگشتم و از اونجا که با مادرم مرتب صحبت میکردم در مورد مسائل، بهش گزارش کردم که آره یه همچین موردی داشتم من امروز تو مدرسه. مادر من در واقع تربیتش بر اساس قصه داستان و حماسه سازی اصولا استوار بود. در نتیجه شروع کرد به گفتن ماجرای ستارخان، باقرخان، حیدرمغلو و اینکه تبریزی ها چه نقش بزرگی و اصولا آذربایجان چه نقش بزرگی در واقع رهایی ایران و در مدرن شدن ایران بازی کرده، حالا با زبان خودش. و بعد اون داستان های مشهوری که پدرم به اصطلاح همیشه ازشون ترانه میخوند، مثل کروغلو، گاچاخنبی، نمیدونم یا سارایی که به اصطلاح خودش رو در رودخونه غرق میکنه، و تمام این ترانه ها به هر حال همه به اصطلاح یک بار فرهنگی، سیاسی و تاریخی داره دیگه. خب من رو در واقع به این شکل تجهیز کرد تا من فرداش در واقع برای رویارویی وارد مدرسه بشم، که البته هرگز پیش نیامد رویارویی فرهنگ دیگری چون اصلا تن ندادم بهش. اما به هر حال میخوام بگم که اینجا شما مثلا این بحث ناسیونالیسم رو میتونی ببینی، که ناسیونالیسمی که به اصطلاح اگر که ما اسم این رو که من مثلا از یک هویتی حالا دفاع میکنم این رو بذاری ناسیونالیسم، خب در اون صورت ناسیونالیسم من ناسیونالیسم به اصطلاح دفاعی خواهد بود، تدافعی خواهد بود، در موضع در واقع دفاع از آنچه که برای من حیاتی هستش، یعنی زبان من برای من مهم هستش، یکی از ساختارهای اصلی ذهن و شخصیت من رو میسازه، در واقع این دفاع از اون داشته های من هستش. در حالی که طرف مقابل، حالا اگر بخوایم در واقع در شکل اجتماعی سازماندهیش بکنیم یا بررسیش بکنیم، یک ناسیونالیسم متعرضه، یک ناسیونالیسم تهاجمی هستش که در واقع بر نمیتابه حضور دیگری رو، بر نمیتابه حضور دیگری، نه اینکه دیگری کاملا بیگانه، یک جزئی از یک کل هستم من توی اون جامعه در واقع، ولی این جزء اگر از طرف کل به رسمیت شناخته نشه در واقع میتونه موجب فروپاشی اون کلیت یا اون کل بشه به طور کلی. این در واقع یک خاطره کوچیک بود. اما مورد بعدیش در واقع این هستش که من زندان که بودم توی زندان قزلحصار و اوین، ما کمونته های جدی داشتیم، به این معنا که جماعتی بودیم برای خودمون، چون به لحاظ سیاسی هویت خاصی داشتیم، با هم همدل بودیم، یک رنگ بودیم، برای رفاقت های همدیگه بسیار ارزش قائل بودیم. در این میان بچه های مثلا کردی بودن که از کردستان به قزلحصار تبعید شده بودن، بچه هایی بودن که از بندر عباس تبعید شده بودن به میان ما، بچه های ترک زبانی بودن که با لحجه های غلیظ ترکی فارسی صحبت میکردن، بچه های کرد لباس های کردی میپوشیدن، بچه های بندر عباس همینطور. من هرگز ندیدم که مشکلی ما داشته باشیم در رابطه با این تنوع فرهنگی، در رابطه با این رنگارنگی لباس ها، گویش ها، لحجه ها و غیره. این علتش به نظر من بیشتر این بود که خب ما دغدغه های بزرگی داشتیم، یعنی ما یک اتوپیای انضمامی در خودمون رشد داده بودیم و حول اون جمع شده بودیم، و این اتوپیای انضمامی به معنای اون عشق سیاسی بود، عشق در واقع به مردم و عشق به خودمون، عشق به رفیقانمون بود. و اینه که اون تمایزات یا اون چیزی که مثلا بوردیو بهش میگه دیستینکشنز، کتاب هم در موردش نوشته،
در واقع اون تمایزات رو ما به عنوان تأییدی بر حضور دیگری می دیدیم، تأییدی بر حضور دوست می دیدیم، تا اینکه بخواهیم اون رو به عنوان یک شکاف، اختلاف یا تفرقه اندازی یا چیزی مایه تحقیر و اهانت و اینها بدونیم. بنابراین اگر که یک پروژه‌ای در یک جمع بزرگی وجود داشته باشه، یک اوتوپیای انضمامی وجود داشته باشه، اختلاف نه، تمایزات و تفکیکات در واقع پذیرفته میشه، تصدیق میشه و شناسایی میشه. در واقع این چیزی است که مثلا آکسل هانت، یک نظریه پرداز بزرگ مکتب فرانکفورت در آلمان، خیلی روش کار کرده که چطور میشه ما با در واقع تفکیک ها، با تمایزات همدیگه کنار بیایم و همدیگه رو تحمل بکنیم. بنابراین این هم در واقع یک بحث بسیار مهمی هستش که دو تا در واقع خاطره میتونه دو تا نظریه رو اینجا بهش دامن بزنه. ولی خب چیزی که من توی بچهای ایران در واقع مشاهده میکردم اون دوره این بود که اینها هنوز پیشا مدرن بود، یعنی اینکه ما به خاطر هویت چپمون و چون رفیق هم دیگه بودیم، خب تعامل میکردیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم، استقبال هم میکردیم از تمایزات. اما این هنوز پیشا تئوریک بود، یعنی که نظریه پردازی در کار نبود. ما به خاطر این احترام نمیگذاشتیم که آگاهانه به این نتیجه رسیدیم که تمایزات در واقع باید به نوعی محترم شمرده بشه و این تمایزات نشانه غنای یک کلکتیویته هستش. نه، این پیشا مدرن بود به معنای بردباری، تحمل، و این هم خوبه. ولی وقتی وارد باختر میشی، وارد کشورهای اینور میشی، یهو با یک سطح بالایی از شناسایی دیگری مواجه میشی، در حد نظریه دست کم و در حد اجتماعی البته. اون همین هستش که مثلا زبان یک مسئله بسیار محوری هستش در کشورهای اینور و بسیار روش کار میشه و شما میبینی که در رابطه با طبقات زبان تئوریزه میشه، در رابطه با جنسیت زبان تئوریزه میشه، در رابطه با قدرت تئوریزه میشه، در رابطه با اینکه قدرت چطور زبان رو استفاده میکنه، فرودستان چجوری زبان رو استفاده میکنن، زنان و مردان چطور زبان رو استفاده میکنن، نمیدونم طبقات به ویژه خیلی روش کار شده. اینکه که مثلا به بچه های طبقه کارگر یه دوره اینجا بهشون میگفتن که اینها دارای زبان در واقع نیمه و ناقص هستن، نمیتونن خوب صحبت بکنن، عقب هستن، و در مدارس براشون کلاس های تقویتی گذاشته میشد. چرا؟ برای اینکه مدارس اصولا بر قامت بچه های به اصطلاح طبقه متوسطی دوخته شده بود و بچه طبقه کارگر اینجا وقتی وارد مدرسه میشد، عملا دیگه وارد یک فضای بیگانه شده بود. این بیگانگی رو این کودک باید تاب می آورد و باید تحمل می کرد، بعد باید خودش رو با اون سازگار می کرد. در واقع محیط نبود که خودش رو با کودک سازگار می کرد، بلکه کودک بود که باید خودش رو سازگار می کرد. و این روند همچنان ادامه داشته و امروز هم که ما می دونیم خب همین بلا سر در واقع بچه های نسل دوم خارجی تبارها و خود خارجی تبارها میاد. یعنی همونطور که سلمان رشدی در کتاب فکر میکنم فرزندان نیمه شب یا کودکان نیمه شب، الان یادم نمیاد، اونجا یک مثال جالب میزنه که خانواده های مهاجر همین که از مرز رد میشن، قدرت سخن گفتن رو از دست میدن و به بعبع کردن میفتن. این البته خب خیلی شاید برخورنده باشه، ولی به معنای این هستش که شما ناگهان وارد یک محیط بیگانه میشی که دیگه تو رو به رسمیت نمیشناسه. و این واقعیت داره در مورد جهان سومی ها که زبانشون دارای استاتوس پایینی هست در جهان اول. یعنی زبان مثلا یه نفر بیاد انگلیسی صحبت بکنه توی یک مهد کودک، پداگوها یا افرادی که به اصطلاح اونجا دارن کار میکنن با سر میدونن برای اینکه اون زبان رو صحبت بکنن و تمرین کنن انگلیسی رو. اینم دارم ایتالیایی به نظرشون وای چقدر قشنگه، ولی کافیه که کودک و خانوادهش مثلا ترکی صحبت کنن، عربی صحبت بکنن، فارسی صحبت بکنن. شما یک واکنش جدی رو در پرسنل مهد کودک میتونی ببینی که تذکر هم میدن که اینجا مثلا سعی کنید فلان زبان رو صحبت کنید، زبان کشور غالب رو باید صحبت بکنید. این نشون دهنده به هر حال جایگاه جهانی هستش، اون تقسیم جهانی هستش بین کشورها، بین ملت‌ها و از جمله متأسفانه زبان‌ها، که زبان‌های بی‌ارزش تلقی میشن، زبان‌های بسیار ارزشمند در قالب تلقی میشن. مورد دیگه این هستش که من در رابطه با زبان می‌خواستم یک بحث جالب، یعنی یک شعر جالبی دیدم توی، یا یک متن جالبی دیدم در فیسبوک که خیلی به نظرم قشنگ بود. نمی‌دونم الان اینو پیداش می‌تونم بکنم یا نه، که از در واقع براهنی بود. به نظرم خیلی آره جالب بود. نوشته بود که یک دوست این رو گذاشته بود و من این رو دزدیدم آوردم اینجا برای شما بخونم. نوشته بود که زبانش رو بریدیم. آن وقت به کمک هم زبانش رو بریدیم. بدون اینکه دستهایمان بلرزد. بدون اینکه کوچکترین اشتباهی بکنیم. با بریدن زبانش دیگر چه چیز او را بریدیم؟ با
با بریدن زبانش وادارش کردیم که خفقان را بپذیرد. ما زبان را برای او بدل به خاطره در مغز کردیم و او را زندانی ویرانه های بی زبان یادهایش کردیم. به او یاد دادیم شقاوت ما را فقط در مغزش زندانی کند، هرگز نتواند چیزی از آن را بر زبان بیاورد. او زندانبان زندان خود و زندانی خود گردید. او را محصور در دیوارهای لال، دیوارهای بی مکان، بی زبان، بی زمان و بی زبان کردیم. به او گفتیم که فکر نکند و اگر می کند آن را بر زبان نیاورد، چرا که او دیگر زبان ندارد. آنگاه کلمات از بین رفتند. او حرف و صدا و کلمه و نطق و بیان را فراموش کرد. روزگار دوزخی آقای عیاض، رضا براهنی، صفحه 42. من از این دوستی که اسمش رو نمیارم اینجا ولی تشکر میکنم بابت اینکه این متن رو دو فیسبوک گذاشته بود و خبرم نداشت که من میخوام ازش استفاده بکنم. به هر حال این بحث زبان به نظرم اینجا اهمیت داره. بعد در این فاصله من بحثم رو یکم جمع جورش کنم اینجا. آره، اینه که ما توی در واقع باختر پس با این بحث روبرو میشیم که زبان یک موهبت است، یک نعمت است، دریچه است به جهانی دیگر، دریچه است به احساسات و عواطف دیگر، اگرچه این باز برای بعضی ها مسلم تر از برای بعضی های دیگر فرض گرفته میشود. یعنی برای زبان های غربی خب این مسلم فرض گرفته میشه، ولی برای زبان های به اصطلاح خاورمیانه و جهان سوم آفریقا زیاد مسلم به اون شکل فرض گرفته نمیشه. حالا تو سوئد باز وضعیت کمی بهتری هستش، بهتر هستش. اما وقتی که اصولا ملتی یا کودکی از زبان مادریش محروم میشه و کودک دیگری با شیر مادرش زبانی رو یاد میگیره، یعنی همونطور که داره شیر میخوره کودک داره زبان رو هم یاد میگیره دیگه، چون مادر با بچهش صحبت میکنه، پدر با بچهش صحبت میکنه، و بعد یکی از اینها دیرتر در مقام فرادست قرار میگیره و دیگری در مقام فرودست. خب بعد این مسئله رو مثلا دارم میگم توی جامعه ایران وقتی ما میگیم کار تئوریک نشده، یکیش این هستش که خب به مسئله زبان ما اصلا بها ندادیم، در حالی که توی مثلا شوروی شما میبینید مسئله زبان چقدر اهمیت دادن، روشنفکران اون دورشون، تئوریسین های اون دورشون راجع به زبان چقدر کار کردن. در مقابل استالین مثلا ایستادن که استالین میگفته زبان امری روبنایی است، مثلا چون شوروی شده نمیدونم تمام خلقی شده و حالا دیگه سوسیالیسم ایجاد شده و دیگه طبقات وجود نداره، زبان هم دیگه مشکلی نیست و تضادی رو در خودش نداره، و دیگرانی هستن که میان میگن نه زبان امری زیربنایی است، مربوط به زیربنای یک جامعه میشه که حالا بحثش بمانه. ولی در جامعه ایران، چپ ایران مثلا که ما حالا در موردش داریم صحبت میکنیم، خب به مسئله ملیت ها، مسئله فرهنگ، شکوفایی فرهنگ های مختلف و اینها اهمیت داده. ولی این نظریه پردازی های لازم برای توجه دادن مسئله زبان و برای اینکه اگر شما ملتی رو، منطقه‌ای رو، مردمی رو، کودکی رو از زبان مادریش محروم بکنی، چه پیامدهایی برای شخصیت این بچه خواهد داشت، چه پیامدهایی برای جایگاه اجتماعی این در آینده خواهد داشت، اینها هیچ کدوم بحث و بررسی های روانشناسی، روانکاوانه، چه میدونم اجتماعی سیاسی نبوده دیگه، اینها در معرض این بحثا قرار نگرفته. و این چیزی که به نظر من در واقع مشکل ما هستش. یک چیز دیگه ای هست که میخواستم بهش اشاره بکنم تو همین رابطه، اون همین هستش که در چپ ایران مثلا ما خیلی علاقه داریم به موضوع از خود بیگانگی. مثلا بیگانگی اصولا خیلی برای ما جذابه. من دیدم که در اکثر مثلا بحث ها به جای اینکه کاپیتال خیلی استفاده بشه، از دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس هم 1844ش خیلی استفاده میشه. بحث هایی که به خصوص ربط داره به وضعیت در واقع اگزیستانسیال توی جامعه سرمایه داری و اینها. و بحث میشه که کارگر در واقع از محصولش جدا میشه در جامعه سرمایه داری، کارگر از وسایل تولید، از شرایط تولید در واقع جدا میشه، و کارگر از هم نوعان خودش جدا میشه، بیگانه میشه، کارگر از خودش بیگانه میشه به علت این بیگانگی شرایط کار و کار، به علت اینکه واسطه‌ای که بین این دوتا ایستاده یک واسطه بیگانه هستش، پس این بیگانگی به وجود میاد. اما جالبه که خب تضاد کار و سرمایه رو ما میتونیم تا این حد بریم فلسفیش بکنیم، بحثش بکنیم، اما همین موضوع رو مثلا دارم میگم به مسئله زبان ما اصلا تعمیم نمیتونیم بدیم انگار. که کودکی که از زبان خودش بیگانه میشه، کودکی که از شرایط تولید فکر به زبان خودش،
از شاید تولید کلمه به زبان خودش محروم میشه، در واقع بیگانه شده هستش. این از شرایط تولید بیگانه شده، از تولید بیگانه شده، از محصول خودش بیگانه است، چون باید یک صدای دیگه ای از گلوی این بچه بیاد بیرون، زبان دیگری از دهن این بچه حرف بزنه که این بچه باش بزرگ نشده، این بچه باش احساس راحتی نمیکنه فل بداهه در اولین لحظه. به خاطر همین این احتیاج به یک مقدماتی داره، آمادگی هایی داره و اصولا حقشه که با زبان خودش حرف بزنه، با زبان خودش بخونه، با زبان خودش بنویسه. ولی میگم این مثلا تئوری پردازی در این زمینه نمیشه، در حالی که شما اگر واقعا هگلی باشی، اگر واقعا مارکسی باشی، اگر باسکاری باشی که من بهش علاقه دارم، بحث بیگانه شدگی فقط مربوط به کار و سرمایه نیستش که، بحث بیگانه شدگی اصولا مربوط هستش به ایده یک جامعه خوب، ایده انسانهای خوشبخت که میتونن در سعادت زندگی کنن، انسانهایی که خودشکوفایی رو میتونن تجربه بکنن، و اینکه سازماندهی یک جامعه اصولاً چطور باید باشه تا انسانها احساس خوبی بهشون دست بده در واقع، و اینکه انسان در نوع خودش، به قول شاملو میگه هر انسان دنیایی است، به جز این انسان یک توتالیتی هستش برای خودش، یک تمامیت هستش. تمامیت همون جوری که مارکس تعریفش میکنه، تمامیت یعنی تنوع و تکثر و وفور تعینات، در واقع یعنی کثرت خصوصیات، کثرت داشته هاش اصولا. و اگر انسانی داشته های درونیش، یعنی چیزهایی که بهش تعلق میگیرن، حقوقی که بهش تعلق میگیرن زیاد باشه، خب این انسان خوشبخت داره تا اینکه انسانی که از اینها محروم باشه. بنابراین این بحث در واقع از خود بیگانگی یا بیگانه شدگی ربط پیدا میکنه اصولا به یک جامعه خوب، سازمان یک جامعه خوب، یک انسان خوب چطور میتونه، در واقع یک انسان چطور میتونه زندگی خوبی رو تجربه بکنه. پس این بحث به نظر من میبینیم که توی ایران هم باز ناقص استفاده شده، چون فقط مربوط شده به مسئله تضاد کار و سرمایه، در حالی که تضاد کار و سرمایه فقط یک بخش از در واقع تضاد یک جامعه رو میسازه و نمیشه تمام وجوه یک جامعه رو تقلیل داد به زیر مجموعه شدن در واقع در برابر این تضاد. یعنی تضاد، مثلا دارم میگم تضاد بین یک زبان خودی و یک زبان دیگر که تو باید اون رو یاد بگیری اگر مجبوری یاد بگیری، اما به چه شکلی باید یاد بگیری، به چه شکلی میانجیگری بشه که تو دستخوش در واقع تراما نشی، تو دستخوش آسیب دیدگی نشی. چیزی که من خودم در غرب تجربه کردم، یعنی شما وقتی سر کلاس مینشینی، تو دانشگاه هستی، در سطح بسیار بالایی هم میتونی زبان رو حرف بزنی، در سطح بسیار بالایی هم میتونی بنویسی، در سطح بسیار بالایی هم تئوری از خودشون هم بهتر بلدی، ولی در نهایت خود رو احساس فرودستی میکنی، بعضی جاها احساس میکنی که بیرون از این اجتماع، این کمونته زبانی هستی، این جماعت زبانی هستی، به ویژه با برخوردهای خوب استعماری که آمدانه در این جوامع بسیار با اون یوروسنتریسمشون خب به هر حال جا افتاده. پس بنابراین این بحث هایی که میشه رو ما باید تعمیم بدیم و بتونیم که مسئله زبان، مسئله طبقه کارگر، مسئله ملت های ساکن ایران، مسئله زنان و زبان هر کدوم از اینها رو ما بتونیم با هم توریزه بکنیم و مفصل بندی بکنیم. قسمت در واقع دیگری که در این رابطه میخوام بگم، همین در واقع در تو با همیش بحثی که از براهنی داشتم، خواستم بگم که آیا مثلا کودک آذربایجانی، کودک کردستانی، کودک بلوچ، کودک عرب که در ایران داره مدرسه میره، تحصیل میکنه و خودش رو تحت فشار میبینه، احساس نمیکنه که زبانش رو بریدن؟ آیا بچه های به اصطلاح خارجی تبار توی این جامعه احساس نمیکنن که زبانشون رو بریدن به نوعی؟ چون بچه گیج میشه و همشون هم میدونن، مارک بهشون میزنن که اینا بچه‌ای هستن که زبانها رو نیمه و ناقص حرف میزنن. خب نیمه و ناقص حرف زدن دلیل داره، علت داره، و اینکه این بچه‌ها بعدها حتی تو دبیرستان توی مدرسه به شدت عقب‌تر از اکثر بچه‌ها هستن. این حکم عامی نیست، در مورد همه هم صدق نمی‌کنه، ولی به طور کلی صادق هستش که خیلی از بچه‌ها در واقع تجربه زبانیشون به شدت فقیرتر از مال ملت غالب هستش. علتش هم روشن هستش، چون نمیتونه با خانواده خودش با اون زبانی که میتونه صحبت بکنه، تجاربش رو به این زبان نمیتونه انتقال بده و همه اینها. حالا اینکه ما در واقع مسئله آذربایجان، حالا کردستان، نمیدونم بلوچستان، خوزستان، عرب‌ها و همه اینها رو ما میایم ربط میدیم به هویت طلبی، یا اینکه اینها ناسیونالیسم به اصطلاح کوری رو میخوان دامن بزنن، یا نمیدونم به تجزیه ایران منجر بشه و اینها،
یا اینکه به اصطلاح یک بحثی بود در باز فیسبوک که من دیدم دوستی مثلا این حرکت رو به دهاتیگری افتخار داده بود، بهشون مفتخرشون کرده بود اینکه اینها دهاتی هستن دارن این کارها رو میکنن. در واقع میخوام بگم ما چون تو جامعه سرمایه داری زیر حاکمیت تجریدهای سرمایه به سر میبریم، تجریدهای سرمایه چی هستن؟ اینکه کمیت گرا هستن، اینکه یک دست کننده هستن، اینکه از ناهمگونی، از تنوع واقعا میترسه سرمایه به معنای منطق سرمایه، منطق اقتصادی، به خاطر اینکه کمیت گراست، میخواد همه چی رو همگون کنه، یونیفرم بکنه تا قابل در واقع تنظیمگری، قابل دستکاری باشه. اما همین منطق رو دولت برداشته به شکل دیگه تو حوزه سیاسی استفاده میکنه و خب چپی هم که تا حد زیادی این منطق رو اگر خوب تئوریزه نکرده باشه میتونه دستخوش یک جور برخورد تجریدی و انتزاعی با مسئله زبان و مسئله ملیت بشه. یعنی بگه که این جزء مثلا آذربایجان، کردستان یا هر جای دیگه که از هویت ملیش، از هویت زبانیش در واقع داره دفاع میکنه، دهاتی هستش، چون گویا یک حرکت ارتجاعی میکنه، میخواد به عقب برگرده، در حالی که واقعا قضیه رو نمیشه اصلا به این شکل بررسی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اون کلیت، اگر کلیت باشه، یعنی مثلا کشوری به نام ایران اگر کلیت داشته باشه به معنای ارگانیکی، به معنای اینکه بتونه انداموار حرکت کنه، معنای اینکه داخل خودش یک شدایند رو تجربه بکنه، شدایند معنای بیکامینگ هگلی، یعنی اینکه مرتب بر تضادها واقف باشه، فقدانها رو ببینه و فقدانها رو ماسمالی نکنه یا از سرکوبشون نکنه، بلکه بر این فقدانها واقف باشه و بخواد که حلشون بکنه. این جزء قرار نیست به شیوهی که حالا باشکار از هگل انتقاد میکنه، به هر حال به شیوه دیالکتیک هگلی قرار نیست جزء به آشتی با کل برسه، ولی در حالت فرودستی به این آشتی برسه. نه، جزء در خودش در واقع باید به قول هگل باز یک توتالیتی محسوب بشه، یک تمامیتی محسوب بشه که دارای منطق خودش هست، دارای در واقع قواعد خاص خودش هست و رابطهش با اون کلیت به نام ایران باید یک رابطه مبتنی بر تساوی حقوق باشه در واقع، و اینکه دارای همون حقوق اکثریت باشه، نه اینکه حقوقش در واقع مورد مصالحه و سرکوب و اینها قرار بگیره. پس این بحثی هم که میشه که جزء و کل و اینها، من در واقع این رو حتی میتونم ارجاع بدم تا حدی به بحث دیوید هاروی در کتابش فضاهای امید، که بحث میکنه که نمیدونم تو ایران ترجمه شده، یعنی امیدوارم شده باشه، کتاب بسیار جالبی هستش که در رابطه با مثلا پارتیکولاریتی، گفتم یه بار هم میلیتنت پارتیکولاریسم، یعنی اون محلی گرایی رزمنده که از محلی گرایی خودش دفاع میکنه، از جزء خودش دفاع میکنه، از نمیدونم درخت سر کوچهش دفاع میکنه، از اون منطقه‌ای که داره توش زندگی میکنه بهش علاقه داره، بهش عشق میورزه، این چیز بدی نیستش. و این همون باز در واقع داستان اون شعری هستش که یه بار در رابطه با روشنفکران خوندمش، که شاعر در واقع میگه که تو میروی که بماند، که بر نهاله که بی برگ ما ترانه بخواند. اگر که این محلیگری، عشق به اون جایی که ما توش زندگی میکنیم، بزرگ شدیم توش، در واقع ریشه دواندیم توش، اگر این عشق وجود نداشته باشه، در واقع اون جهان شمولیت، جهان شمولگرایی یا اون جهان وطنگرایی، در واقع اون خودش یک انتزاع بی‌معنی خواهد بود. و این بحث هستش که در واقع هاروی توی کتابش میکنه و توضیح میده که محلی گرایی رزمنده که برای محله خودش، برای منطقه خودش، برای کشور خودش، حالا در هر حدی که بخوایم بحثش رو بکنیم، ارزش قائله برای فرهنگی که داره، برای گذشته‌ای که داره، برای تاریخی که داره ارزش قائله، این به هیچ عنوان نه قابل سرزنش نیستش. و جهان وطنگرایی هم در واقع یک ارزش بسیار بسیار والایی هستش، به خاطر اینکه میخواد این هویت‌های جزئی، هویت‌های خرد رو در واقع در یک هویت کلان، در یک هویت جهانی به هم پیوند بده. ولی این نحوه پیوند دادن مهمه، این میانجی ایجاد کردن مهمه. و میدونید بحث میانجی بحث خیلی مهمیه باز توی دیالکتیک، که چطور شما جزء رو با کل میتونی میانجیگری بکنی، کل چطور باید خودش رو بازسازی بکنه که نیازهای اجزای خودش رو برآورده بکنه و به این ترتیب به شکل اندامواری بتونه خودش رو باز تولید بکنه، که اگر نتونه خودش رو به شکل انداموار باز تولید بکنه، مطمئنن فروپاشی در پیش است و این صورت حقش هم هست. یعنی همچین کلیت انتزاعی که بر فراز آسمونها خیمه زده، یعنی نمیتونه نیازهای اجزای خودش رو رفع بکنه و برآورده بکنه.
بنابراین ما به خاطر عشق به یک کشور انتزاعی که قادر نیست ملت های ساکن خودش رو در واقع تأمین عاطفی بکنه، تأمین زبانی بکنه، تأمین ذهنی بکنه، نمیتونیم خواهان سرکوب این ملت ها باشیم، ولی میتونیم در واقع مرتبا دیسکورس ایجاد بکنیم، زبان ایجاد بکنیم که از حقوق اینها دفاع بکنیم، حقوقشون نه در شکل اقلیت، حقوقشون به شکل جزء برسازنده این کلیت، اگر این کلیت قرار کلیت بشه، و اینکه باید دارای حقوق مساوی باشن، چیزی که در مشروطه من فکر میکنم در واقع بحثش تا حدی پیش رفته بود و انجام شده بود. و اتفاقا دوستی هم دارم که تو فیسبوک بحث خیلی خیلی خوبی در پایان نامش راجع به ناسیونالیسم در آذربایجان نوشته، این بحث ها رو داره مطرح میکنه و این بحث ها هستش که در واقع باید مبنایی بشه برای استراتژی بعدی چپ توی ایران که اصولا برخورد با ملیت ها، برخورد با زبان به ویژه که میگم خیلی حائز اهمیت نبوده تا حالا، ولی وقتی میای این کشورهای باختر میبینی که چقدر زبان اهمیت داره و چقدر این زبان تئوریزه شده، در که خب تو کشور ما زیاد بهش واقف نیستیم و عواقبش و پیامدهاش و اینها. اینه که پس این مباحث رو من میخواستم در واقع در رابطه با آذربایجان مطرح بکنم و این بهانه‌ای بود برای پرداختن مسئله ملیت ها در ایران به طور کلی، نه فقط آذربایجان، کردستان، بلوچستان و عرب ایران و همه این که مثلا ملت هایی که صاحب حق هستن توی این منطقه. اینه که وقتی آذربایجان در واقع میگه ترک دیلینده مدرسه اولمال دی هرکسه، یعنی واقعا درست شعاری که داره میده، حالا اگرچه اقلیتی شعارهای به اصطلاح ناجوری هم دادن، شعارهای دادن، ولی این رو من میذارم در زمره در واقع این ناسیونالیسم تدافعی که باید باهاش برخورد در واقع بهتری بشه، به خاطر اینکه شما اگر با یک دیسکورس برخورد درستی نکنی، این دیسکورس میتونه به عواقب بدتری منجر بشه، در حالی که نیازهای یک بخش از جامعه رو باید به رسمیت بشناسیم، باید تصدیقش بکنیم و فرمولش بکنیم در خودمون. یعنی مارکسیسم همینه، مارکسیسم یک تئوری تمامیتگر هستش، نه در واقع چیز، نه توتالیتاریسم، نه معنای تمامیتگر، یعنی یک چارچوب جامعی هستش که میتونه تئوری های مختلف رو در خودش شکل بده، در خودش رشد بده، داشته ها و دریافت ها رو از دیگر علوم بگیره و اینها رو سنتزشون بکنه. امروز که ما واقف هستیم به مسئله، به جدیت مسئله ناسیونالیسم، به جدیت مسئله زبان، هویت و همه اینها، به نظر من الان وقتش هستش که در واقع بتونیم اینها رو با هم مفصل بندی بکنیم و این بحثی هستش که امیدوارم بتونم بار بعدی پی بگیرم و راجع بهش صحبت بکنم.